به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدمکشان، قبادان، بی پدر و مادران، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان، 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 دزدان. همه دعوا سر دزدیه، دزدی اسلامی، دزدی که الله اجازه داده باشه. این امامه و فلان اینا از روز اول پایش بر مبنای دزدی بوده. حرف من قبول نکنید، برید کتاب ها رو بخونید. پایه این کار بر دزدی گذاشته شده، الله هم اجازه داده. میدونم سختتونه باور کنید، برای اینکه این دزدی رو نگه دارن، این دزدان عمامدار بی بلا نسبت از طلبه چلقوز تا آیت الله تا رهبر تا اکبر تا همه هر کی تپه سرشه، دزده، دزده، مال مردم خوره، اومده بیرون دسترنج شماها رو بخوره. اونی هم که ریش گذاشته انتر شده با دار و دستش، اونام اومدن از بغل این دزدا دزدی کنن. هر کسی که میخواد دزدی کنه میره با اینها میسازه. شما فکر میکنید اینا که بیرونن نمیدونن اونا دزدن و دارن از اونا حمایت میکنن، اینا هم دزدن. طویله مجالسشون دزده، قوای سگانشون دزده. دزدی اسلامی. برای تداوم این دزدی بایستی اینها مواظب اجرای اسلام نو محمدی باشن. اسلام نو محمدی، بله، حکومت الله در روی زمین، حکومت عدل علی. میتونم سخته براتون. ببینید، یه روزی اومدم گفتم آقا عکس حضرت مولای متقیان علی ابن ابی طالب اینه، این توی موزه های دنیا اگر دنبال علی بگردین، موزه های معتبر دنیا این رو میبینید. یارو میگه که نه تو بی خود میگی، علی همون یارو آلندلونه است که واسه ما گذاشتن. عکس حسینم دارم، داشتم اینجا. بفرم فرطور بالا چهره راستین حسین ابن علی، کسی که به همراه برادرش حسن در کشتار مردم طبرستان شرکت داشته است. این فرطور از روی یک نگاره که در موزه لوبر پاریس نگهداری می شود برداشته شده است. حالا شما امام حسین هر رقمی می خواهم ببینید، هر جوری دلتون می خواهد ببینید. برای خیلی ها سخته، من میفهمم اینو. خیلی ها نمیتونن تحمل بکنن، فوش میدن. خیلی ها برای این حرفا میدن یه نفر میکشن، چون تعصب تو وجودشون رفته از بچگی، اینو با میخ کردن تو مغزشون. الله ملله هم نمیدونی کیه ها. خیلی از اینا، خیلی ها رو من میشناسم که میگفت ای حضرت عباس نگهدار خدا باش،
اصلا خدا نمیدونه کیه، الله نمیدونه کیه. از بچگی امام حسین و حضرت عباس چپوندن تو مغزش. دوتا عرب دعواشون شده تو بیابون، من و تو بعد از 1400 سال میایم تو خیابون خودمونو پاره پوره میکنیم. نه هم جوک بود یا حقیقت؟ خیلی سال پیش، 50 سال پیش من شنیدم که یه خارجی میاد میبینه مردم دارن خودشون با زنجیر میزنن و اون وقتا غم زنی ممنوع بود. میگه چه خبر شده؟ میگن که امام حسین رو کشتن. میگه امام حسین کیه؟ میگه پسر علی. میگه علی کیه؟ میگه داماد محمد، پسر عموی محمد. کی کشتن؟ میگه 1400 سال پیش. کجا کشتن؟ تو عراق. 1400 سال طول کشته تا خبرش رسه به تهران. این مردم دارن خودشون رو پاره‌پوره میکنن. ایرج میرزا قبل از اون گفت. تا شعرش مقداری تنده نمیتونم بخونم. این همش برنامه اینه که چجوری جیب تو رو بزنن، چجوری دزدی کنن. این برنامه مجریان حکومت الله، اولین حکومت الله در روی زمین، عدل علی، حکومت محمدی، همین است که میبینید. هر جام کم بیارن یه دونه الله زیرزمینی دارن که اصلا فاتحه بخونه به همه اسلام. برین کتابای امام زمانه بخونین، محمد میاد جلوش اینجوری وای میسه، علی میاد اینجوری وای میسه، نمیدونم حسین اینجوری کفنش میکنه. یک چیزای راجع به این امام زمان نوشتن، یک چیزای نوشتن. بابا جان شماها خودتون میگین که امام زمان وقتی ظهور کنه داد میزنه همه دنیا میفهمن که امام زمان ظهور کرده. خدا همه پدراتونو بیامرزه. الله یه همچی غلطی بکنه داد بزنه همه بفهمن، اگه وجود داره. اگرم وجود نداره که تو خودتو پاره نکن واسه چیزی. وقتی امام زمان که مخلوق الله داد میزنه همه میفهمن، الله پس مرض داشته این همه پیغمبر فرسته هی همدیگه همه همدیگه رو بکشن؟ خب یه داد میزد همه میفهمیدن. کسی جرأت نداشت بگه به چه زبونی، کسی جرأت نداشت بگه آیا الله چینی هم بلده، کسی جرأت نداشت بگه آیا الله هندی هم بلده. و همین و السلام. الانم میخوای بابایی باشی به من مربوط نیست. الانم میخوای بابایی باشی آخونده میره تای چا صبونشو میخوره میاد بیرون کاغذت نشونه تو میده تو هم میگی با. فکر نکن 1400 سال پیش مردم بابایی بودن. تا آخر دنیا بابایی وجود داره. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز تعداد زیاد دکتر و مهندس به خصوص توشون پره. خیانتکاران به ملک و ملت ایران. دوستی سوال کرده علت اصلی جنگ غزه و نمیدونم اسرائیل چیه؟ میدونی چرا این سوال میکنه؟ کتاب نمیره بخونه. اینا خداشون الله، اونا خداشون یهوه است. 300 سال پیش میگه ببخشید
چند قرن پیش باورمندان الله با باورمندان پدر آسمانی 300 سال می جنگیدن، همدیگر رو می کشتن. نه الله ککش گزید نه پدر آسمانی. این الله هر وقت می خواد خودش همه اینا می شه. باورمندان الله راکت انداختن تو اسرائیل، باورمندان یهوه بم می‌ریزن توی غزه. علت جنگ فقط همینه. نا اختلاف مذهب دارن، مذهبشون با هم متفاوته و دین اسلام یهودیت رو میخواست از روز اول بین ببره، برای اینکه بهش نگن تو از اون کتاب ما کپی کردی. اینا میدونن که این کارو نمیتونن بگن بکنن، اون کتاب موجوده، ولی کورکورانه دنبال همون حرفه میرن که محمد میخواست نسل یهودی ها رو برداره. دعوا، جنگ، زد و خورد، همدیگر رو پاره کردن به خاطر اینی که پولهایی که غرب بابت نفت به خاورمیانه میده اونجا دود بشه بره هوا. دلیلش یه اسلامه. برای همینه که انگلیسی ها نمیخوان اسلام هیچ خدشه‌ای بهش بیفته. اسلام محل پول درآوردنه، اسلام محل کاسبیه. یه دونه آخوند رو خر میکنه، خره میکنه، آخونده خر نمیشه، پول میگیره، میگه این پول بگیر حکم جهاد بده. آخونده پول میگیره میبره بانک سوئیس میذاره، حکم جهاد میده، 1 میلیون نفر از این ور کشته میشه، 1 میلیون نفر از اون ور. بعدم همشون میخوان برن تو بهشت. بابا این چی میگه؟ یه گروهی اومدن اسم خودشون رو گذاشتن روشن فکر اسلامی. اسلام نه قانون اساسی کسی رو قبول داره، نه فکر کسی رو قبول داره، یه دونه کتاب داره، لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. هیچ تر و خشکی در دنیا نیست که توی این کتاب نباشه. قانون اساسی ببخشید ادرار کن توش، روشن فکر مذهبی سرازیرش کن توی خلا. برای اینکه اگر غیر از این قرآن بخواد حرف بزنه، نه مذهبیه، نه روشن فکره، نه قانونگذاره، نه هیچ. اسلام یه قانون داره، کتاب قرآن. منتها قرآن ناقصه. آقای پرسیده بود، اینجا یادداشت کردم، این قرآنی که دست ماست آیا تحریف شده یا نه؟ یک. و تفسیر چیه؟ قرآن که تحریف شد همون روزی که به دستور عثمان گردآوری شد تحریف شد، بعد از اون همینیست که دست ماست. هر کی هم میگه این قرآن رو دستکاری کردن حرف مفت میزنه، دروغ بهت میگه. چیز بالا پایینی نداره، اون قطعا مشکل نیست، همشو میتونی بخونی. بعضیا
20 صفحه میخونن، خسته میشن میذارن کنار، بعضی ها تا آخرش میخونن. همینیش که هست. وقتی میگی چیزی توش من نمیفهمم، به تو میگن تحریف شده، دروغ میگن. دروغ میگه، برای اینکه خود اون آدم لای قرآن رو وا نکرده. قرآن همینه، به هر زبونی در دنیا بخونی همینه. و اما تفسیر چیه؟ یا آقای یک کتابی برای من فرستاد، من کتاب خوندم و گفتم که من این کتاب رو نمیتونم برای تو تبلیغ بکنم. گفت چرا؟ دلایلش رو گفتم. شروع کرد دلایلی آورد که به این دلیل من اینجاشو اینجور نوشتم، اینجور نوشتم. بهش گفتم آقای عزیز، ما وقتی فیلم میساختیم میذاشتیم رو پرده سینما، کسی رو پای پرده سینما نمیذاشتیم بگیم اینجا که اینجوری شده اینجوری شده. این فیلم نیست که من ساختم اومده بیرون، این همینه. کتابی هم که تو نوشتی همینه، کتاب قرآن هم همینه. اگر این کتاب اینقدر ناقصه، نه الله عقلش رسیده نه محمد عقلش رسیده که حرف درست بزنه، یه عاشق پشمدین اومده 100 تا کتاب راجع به این نوشته که اینجا که نوشته خورشید یعنی ماه، اینجا که نوشته ماه یعنی کوه. تفسیر یعنی این، تفسیر یعنی وارونه جلوه دادن چیزهایی که تو قرآن نوشته. قرآن خودش میگه من به زبون ساده دارم با شماها صحبت میکنم. قرآن خودش میگه هیچ چیزی توش نیست، هیچ چیز پوشیده‌ای توش نیست. قرآن میگه هیچ تر خشکی نیست که توی قرآن نباشه. اونی که میره تفسیر مینویسه، اون میگه خدا نفهمید، محمد نفهمید، من فهمیدم. این آدم میخواد طباطبایی باشه، میخواد زمخشری باشه، میخواد امام باشه، هر کسی میخواد باشه، مزخرف میگه. این کتاب ناقصه. برای اینکه این کتابو از اون محبته دهی که اسمش مکه بود بیرون بیارن، اسمش قریه بود، بهش گفتن ام القرا یعنی مادر قریه ها. به درد همون جا میخورد در همون زمان. دکونشون هم همون جا نگه داشته بودن مردم بیان اونجا زیارت کنن. ولی وقتی خواست از اونجا بیاد بیرون، اومدن دکون حدیث براش باز کردن و دکون سنت، چون ناقص این قرآن، کم داره. وقتی یک کتابی کم داره، یا باید توضیح راجع بهش بدی، یا باید بیای یه چیزایی براش بنویسی و اضافه کنی. اون وقت توی این ماجرا یه چیزی شما از دست میدی. کسانی که قرآن یک یه یارو دیگه اومده، این آقای بختیار نژاد هم تقلید اونی کرده، معجزه 19 قرآن، محمد عقلش نرسید که بگه این قرآن معجزه 19 داره، جدیدن کامپیوتر عقلش رسیده، پس کامپیوتر خیلی بیش از محمد میفهمه. یه مزخرفاتی در آوردن، یه چیزایی میگن. حرف حسابی احتیاج به معجزه نداره. حرفایی که برای آدمهای با سطح شعور 1400 سال پیش میزدن، امروز اومدن تو امریکا با این تکنولوژی همون حرفا همونا رو میگن، هیچیش عوض نمیکنن. روشن فکر دینی میاد میگه که اینا کلام محمده، اللهی در کار نبوده. خب سروش دارم میگم، اکبر گنجی هم همینو گفته.
محمد میگه اینا کلام اللهه، تو میگی کلام محمده، یا تو دروغ میگی یا محمد دروغ میگه. من حرف کیو باور کنم؟ ببین خیلی ساده است. آقای عبدالکریم سروش میگه قرآن کلام محمد، کلام الله نیست. خیلی خوب، میری قرآن رو میخونی میبینی که محمد میگه الله توسط جبرئیل اینا رو برای من فرستاده. پس آقای سروش میگه محمد دروغگوه. یه آدم دروغگو که یه کتاب به من تو داده دیگه احتیاج نداره دنبالش بری. میگه من مسلمونم ولی میگه پیغمبرم دروغگوه. میدونید روشنفکر دینی اینجوری میشه، همون کجارجی که آخونده حرف میزنه روشنفکر دینی هم حرف میزنه. اینی که روشنفکر دینی وجود نداره، یا دین داره یا میفهمه. علم و دانش دشمن دینه، دین دشمن علم و دانشه. دین دانشمند رو میکشه، علم و دانش وقتی میاد توی مغزت خود به خود دین از مغزت میره بیرون. احتیاج به کشتن کسی نداری. از این آشغال ها همیشه بودن که سعدی میگه نه معلم بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. تو مسئله عامیانه میگفتن کتاب اگه بار خر بکنی خره دانشمند نمیشه. آدم های مثل گنجی و مثل سروش دو دوزه میخوان بازی کنن، میخوان هم از توبره بخورن هم از آخر. اون بره کارم اینا رو میگن، بعد یا میگن اصلاح طلب، یعنی این آخونده بره یا آخونده دیگه بیاد، این دوزه بره یه دوزه دیگه بیاد، این دوزه نزش منم از بغلش بدوزم، یه دوزی بیاد که من بتونم از بغلش بدوزم. ماجرای دکتر محمد ملکی رو براتون خوندم. دست شاید دوزی ها قطع کردن، اومده نامه سرگشاده نوشته. روشن فکر دینیه. دوست عزیزم، تفسیر یعنی خدا نفهمیده، محمدم نفهمیده، اونایی که گفتن مزخرف گفتن، معنیش اینیست که من دارم میگم. معجزه با عقل، با فکر، با خرد وجود نداره، برای اینکه این طبیعت یه نظامی داره. این نظام وقتی به هم بخوره همه چیز به هم میخوره. اگر زلزله میشه واکنش طبیعیه، اگر آتش فشان میشه واکنش طبیعیه، اگر سیل و طوفان و باد میاد اینها دلیل داره از نظر علمی، هیچ ربطی به الله نادیده یا یهوه نادیده نیست. اگر یهوه معجزه کرد که آب اون قسمت توره سوئز کجاست، بحرالمیت باز شد و اینا همه رفتن و اونا همه رفتن زیر آب، یه دفعه دیگه این کار رو بکنه ما همه چاکرش. ولی دنبال قصه رفتن همون میشه که امیر ارسلان و فرخ لقا و دیو سپید و نمیدونم این حرفا، اینا قصه است. خود فردوسی وقتی راجع به دیو حرف زد بعد گفت تو مر دیو را مردم بد شمر. دیوی وجود نداره، اینا قصه است. عصامو انداختم بمرم فلان شد
من سوار الاغ شدم رفتم آسمون، پرواز عیسی درست همون آسمون رفتن مهره، تولد عیسی درست همون تولد مهره. حالا من نمیگم اون درسته این غلطه، اصلا کاری به این کارا ندارم، ولی قصه ها یکیه. آشوربانیپال رو روی رودخونه ولش کردند، یه عده‌ای گرفتنش پادشاه شد. ببینید تو کدوم قصه های مذهبی رفته. گیلگمش خدایان اومدن بهش گفتن که یه قایق بساز چون دزل و فرات طغیان میکنه. بریم ببینین تو قصه های دینی کجا رفته. ده فرمان رو هامورابی نوشت، خشت هایی که ده فرمان روش نوشته شده تو موزه لوور پاریسه. آن یه مقداری باید آدم به مغزشم مراجعه بکنه. من نمیگم دین نداشته باشید، چیزهای عجیب و غریبشو باور نکنید. سلیمان با مورچه حرف میزد، باش ده هزار تا ملائکه اومدن به حسین گفتن ما ازت حمایت کنیم، گفت نه نه نه، برین برین اینا باید سر منو ببرن. یه خود عقل میخواد آدم فکر بکنه. اگه تو جنگ نداری چرا از اون بره دنیا آمدی اینجا به جنگ؟ اگه جنگ داری خب این همه لشکر اومد. مصلحت نبوده، مصلحت نبوده، امام حسین به دستور الله باید کشته میشد. خیلی خوب باشه، اونم قبول دیگه. تو چرا خودتو جر میدی؟ دستور الله اجرا کرده کشته شد، شهید شده، رفته تو بهش واسش خانوم آوردن. 1400 سال درش پر خانومه. تو واسه چی گریه میکنی؟ تو چته؟ تو چی میخوای؟ من نمیخوام فکر کنم، من میخوام همینایی که با بزرگم گفته منم هم همون کارو بکنم. من فکر میکنم که یه آقایی به اسم عمران شفیقی دو صفحه از من سوال کرده، یک دونه سوالت جواب نداره. برای اینکه سوال وقتی احمقانه باشه منم باید جواب احمقانه بدم. من اگه بخوای سر کار بذاری من سر کار نمیشم. در آخرین یادداشتی که من دارم راجع به قرارداد بین دولت ها وقتی گروگان ها رو گرفته بودن، جمهوری خواه ها میخواستن انتخابات رو ببرن، کارتر موقعیت رو از دست داده بود، برای دور دوم میخواست انتخاب بشه. جمهوری خواه ها تماس گرفتن با آخونده که اگر گروگانا رو آزاد نکنید تا ریگان بیاد برای ریگان آزاد کنید، ما 8 ساله حکومت ریگان تضمین میکنیم با شما کاری نداشته باشیم، هر کاری دلتون میخواد بکنیم بکنیم. من خر شبی که ریگان قرار بود انتخاب بشه تا صبح پای تلویزیون، چون ما انگلیس بودیم، 12 شب اینجا که اعلان کردن تا 8 صبح انگلیس بود که ما نشستیم خوشحال که ریگان میخواد انتخاب بشه. نمیفهمیدم. حالا یه وقتایی کسایی به من زنگ میزنن راجع به سیاست اظهار عقیده میکنن، من ببینم یارو یه جای دیگه است،
راجب یه چیزی دیگه داره حرف میزنه. چجوری شده ماها هممون یهو سیاست رو یاد گرفتیم و بهترین سیاستمدار دنیاییم؟ چه اتفاقی افتاده؟ کجا درس سیاست خوندیم ما؟ مسائل زیرمیزی بین حکومت ها رو ببینید. این کتاب رو من بارها و بارها به شما معرفی کردم. کمیته 300، نمیگم 100% درسته، ولی چشمتون رو به یه جاهای دیگه باز میکنه. من اعتقاد دارم همون جاها دستور نوشتن این کمیته 300 رو دادن، اما من به اندازه فهم خودم ازش برداشت میکنم. امروز دیگه سیاه نمیشم، امروز دیگه نمیگم من سیاست مدارم. من آخه کجا سیاست خوندم؟ این علمه، امروز علمه. یکی میگه نمیدونم من میخوام با مرگ بر جمهوری اسلامی، من میخوام جمهوری اسلامی رو سرنگون کنم. حرف بسیار قشنگه، اما چجوری میتونی این کار رو بکنی؟ یه روزی محمد رضا شاه میومد به اینجا، هواپیما در اختیار طرفدارا یعنی مخالفین محمد رضا شاه گذاشتن، آوردن جایی که دسترسی داشته باشن به شاه که فوشار شاه بشنوه. جیمی کارتر این کار کرد، خودش هم اونجا وایساد، پلیس هم شل داد، دستور داشت اینا بیان جلو و با گاز اشکاور از اینها با گاز اشکاور جلو اینا رو بگیره. فیلم بردارها قبلا ماسک تهیه کرده بودن که بتونن اون صحنه رو فیلم برداری کنن، و الا گاز اشکاور هیچ کسی رو نمیشناسه، وقتی هست شما شروع میکنی گریه کردن. اون فیلم بردار اونجا کارشون بود، میدونست چی باید بگیره، فیلم اشک ریختن شاه رو گرفت. اینا حساب و کتاب داره. این جانورا، این میمونهایی که الان به عنوان دانشجو هی این ور اون ور میرن فلسطین فلسطین میکنن، اینها دم سفارت آلمان و ترکیه جلو نمیتونن برن، اما دم سفارت انگلیس، چون دولت انگلیس اجازه داده، تا هر جا دلشون بخواد میرن. من اینا رو میبینم، من میبینم که خب عقلم نمیرسه، راحت میگم آقا من سیاست نمیفهمم. اولین کار سیاست اینه که دروغ بگیم. من نمیتونم دروغ بگم، دست خودم نیست، نمیتونم دروغ بگم. اگر دروغ بگم خودم شب با بالشم دعوا دارم، خودم با خودم دعوا دارم. ولی سیاستمدار کارش دروغگوییه. فرق نمیکنه کی باشه، همونا که شما فکر میکنید خیلی ملی بودن انقدر دروغ به ما گفتن حساب و کتاب نداره. همین جام دارن میگن. با یکی از دوستان صحبت میکردم، گفت چهارشنبه همه رئیس جمهورها رو دعوت کردن، اینا همه به کشور ما خیانت کردن. گفت کشور ما کجاست؟ به اینا چه ربطی داره؟ اینا دارن رسوم خودشون رو اجرا میکنن. اگه آقای کارتر ایران رو پشت رو کرد، دستور داشت، سیاستی رو اجرا کرد. اگه ریگان اومد با اونا کنار اومد، سیاستی رو اجرا کرد. 30 سال مال خاورمیانه داره از بین میره به دلیل وجود جمهوری اسلامی. ناامنی که اونجا به وجود اومده ادامه داره تا مثلا شوروی دوباره یهو
این روسیه بیاد یه قدرت بزرگ بشه، میگن خب اونو ول کن، حالا اینو میاریم نشونه مردم امریکا میدیم. القاعده یارو این یارو که بن لادن دیگه اصلا نمیدونیم مرده است زنده است، کدوم گوشه افتاده، مریضه، چیه. هنوز بن لادن یهو عکس جوونیشو میارن نشون میدن داره تیراندازی میکنه، تو اتاق داره سخنرانی میکنه. خب اگه یه دونه خبرنگار میتونه تا اونجا بره، مامور سیایی نمیتونه بره. آها، دروغه، کلکه، حق بازیه. انقدر میدونین چند نفر به من تلفن کردن، آقای فاضلی شما فکر نمیکنید که این جنگ ادامش به ایران میکشه؟ بودم کدوم جنگ؟ غزه اصلا یه شهره. موشکایی که از ایران، نه آقا، اینا اینو صاف میکنن بعد میرن لبنان هم صاف میکنن بعد میرن سراغ ایران. گفتم شما از کجا اینو فهمیدی؟ احتیاج به صاف کردن ندارن، هر روز بخوام برن میرن. آخه جنگ اون یارود یا آخوند هست توی لبنان، نمیدونم اسمش یه زهرماریه، با بمب سوار هواپیما میشن بمب میریزن. جنگ شمشیر نیست، اینو صاف کنن اونو صاف کنن. منتها ماها تو قرون گذشته داریم زندگی میکنیم و اونقدر محکم راجع به سیاست قضاوت میکنیم مثل اینکه همه عمرمون ما سیاست مدار بودیم، علوم سیاسی خوندیم فوق لیسانس. اونی که علوم سیاسی خونده اون بلد حرومزادگیش چیکار کنه؟ ایران اگر یه روزی بخواد آزاد بشه، آقایون روشنفکرا من بدشون بیاد، ایران یه دیکتاتوری سفید میخواد. اون ملت با هیچ دموکراسی کنار نخواهند اومد. اینو من نمیگم، درس دانشگاهی میگه. Between theocracy and democracy there should be a white dictatorship. درس دانشگاهی میگه اینجا تو بزرگترین دانشگاه‌های مملکت. دیکتاتور سازنده. شما با دموکراسی فرده میخوای بری ایران چیکار کنی؟ ملت تو نمیشناسی، این مردم رو نمیبینی، نمیبینی چه جور آدمایی هن. بخواد دموکراسی برداری بری اونجا. نافرمانی مدنی. میگم من قاطی این حرفا اصلا نمیخوام بشم. مثلا یه چیز از این بحث میام بیرون. یادتون هفته پیش گفتم که کسی که اون عکس رو از کهکشان گرفته و زمین به صورت یک نقطه، باور کنید، نقطه سنجاق بود، میگه من براتون میگم، میگه این عکسی است که فضاپیمای وایجر از زمین گرفته است، عکسی که زمین را در فضای بیکران نشان میدهد. کارل ساگان، فضانورد آمریکایی، کتابی با همین عنوان نوشته است. در قسمتی از این کتاب میخوانیم دوباره به این نقطه نگاه کنید، همین جاست، خانه اینجاست، ما اینجاییم. تمام کسانی که دوستشان دارید، تمام کسانی که میشناسید، تمام کسانی که تا به حال چیزی در موردشان شنیده اید، تمام کسانی که وجود داشتند، زندگیشان را در اینجا سپری کرده اند، برایند تمام خوشیها و رنجهای ما در همین نقطه جمع شده. همون نقطه‌ای که مثل سر سنجاق میمونه. هزاران مذهب، ایدئولوژی، دکترین اقتصادی که آفرینندگانشان
از صحت آنها کاملا مطمئن بودند، تمامی شکارچیان، صیادان، قهرمانان، بزدلان، تمامی آفرینندگان، ویران کنندگان تمدن، تمامی پادشاهان و رعایا، تمامی زوجهای جوان عاشق، تمامی پدران و مادران، کودکان امیدوار، مخترعان، مکتشفان، تمامی معلمان اخلاق، تمامی سیاستمداران فاسد، تمامی ابرستاره‌ها، تمامی رهبران کبیر، تمامی قدیسان و گناهکاران در تاریخ گونه ما آنجا زیستند، در این ذره غبار که در فضای بیکران جاری شده است، البته با عظمت و فاتحانه بیندیشید این خونریزان، ببخشید، که در فضای بیکران در مقابل اشعه خورشید شناور است، زمین ذره‌ای خرد در مقابل عظمت جهان است. به رودهای خون که توسط امپراتوران و ژنرال‌ها بر زمین جاری شده، البته با عظمت و فاتحانه بیندیشید این خونریزان اربابان لحظاتی از قسمت کوچکی از این نقطه بودند، به بی‌رحمی‌های بی پایانی که ساکنان گوشه ای از این نقطه توسط گوشه دیگر که از این فاصله نمیتوان آنها را از هم باز شناخت متحمل شدند. بیندیشید چقدر اینان به کشتن یکدیگر مشتاقند، چقدر با حرارت از یکدیگر متنفرند. تمامی شکوه و جلال ما، تمامی حس خود مهمبینی بی پایان ما، توهم این که ما دارای موقعیتی ممتاز در پهنه گیتی هستیم به واسطه این عکس به چالش کشیده می شود. سیاره ما لکه‌ای گم شده در تاریکی کهکشان هاست. در این تیرگی و عظمت بی پایان هیچ نشانه ای از این که کمکی از جایی می رسد تا ما را از شر خودمان در امان نگاه دارد دیده نمی شود. زمین تنها جای شناخته شده است که قابلیت زیست دارد. هیچ جایی نیست، حداقل در آینده نزدیک، که گونه بشر بتواند به آنجا مهاجرت کند. مشاهدات بله استقرار هنوز نه. خوشتان بیاید یا نیاید، زمین تنها جایی است که می توانیم روی پایمان بیستیم. گفته شده که فضانوردی تجربه ایست شخصیت ساز که فرد را فروتن می سازد. شاید هیچ تصویری بهتر از این غرور ابلهانه و نابخردانه نوع بشر را در دنیای کوچکش به نمایش نگذارد. برای من این تصویر تأکیدی است بر مسئولیت ما در جهت برخورد مهربانانه تر ما با یکدیگر و سعی در گرامی داشتن و حفظ کردن این نقطه آبی کمرنگ، تنها خانه‌ای که تاکنون داشته ایم. اون نقطه‌ای که نشون میده، من مطمئنم نمیتونید ببینید، من اون نقطه رو گذاشتم روی این کاغذ سفید. اینا رو همه رو یک فضانوردی درباره زمینی که ما روش زندگی میکنیم نوشته و ما خودمون اونقدر گرفتاری با خودمون داریم. نمیدونم، من یه جاهایی میرسم که میفهمم که نمیفهمم. من هیچ وقت نقل قول از هیچ آخوندی نمی کنم، ولی بارها این نقل قول رو از طالقانی، آخوند توده‌ای، کردم. بیایید باور کنیم که میمیریم. به دولت مردان ایران دارم میگم، همه تون گور به گور میشین، همه تون به درک واصل میشین. روزی که من دارم صحبت میکنم و میگم من نتیجه کارم رو خودم نخواهم دید، شما دوستان عزیز میگین نه آقا عمرت دراز باد. عمر من حرفم میمونه، نه خودم.
مگه شما سعدی رو دیدید؟ مگه شما حافظ رو دیدید؟ من خودم با اونا مقایسه نمی کنم، ولی تنها چیزی که از اونا مونده حرفشونه. دوستی دارم در تبریز، ایشون دسترسی به کتاب‌های دینی پیدا کرده اخیراً و به خصوص اصول کافی. در 12 ایمیل برای من فرستاده، من یکی دو تاشو فکر میکنم امروز وقت داشته باشم براتون بخونم. در بدن بکارت باکره ها، ببخشید، دریدن بکارت باکره ها تفریحی در بهشت. غزالی، امام محمد غزالی، به نقل از الجلالین، دو تفسیر هست مال جلالی، میگن تفاسیر جلالین، در تفسیر آیه فوق چنین نوشته است، آیه سوره یاسین آیه 55، میخوان یادداشت کنیم بریم بخونیم. ساکنان بهشت مشغول لذات خیشند، یعنی مشغول دریدن بکارت باکره ها. تفسیره. ابن عباس در مورد این آیه میگوید فکهون به معنی لذت بردن از دریدن بکارت باکره هاست. احیای علوم دین، غزالی، دارالکتب علمیه، بیروت، جلد ششم، کتاب ادب و نکاح ابن عباس تنویر، تفسیر سوره 36 که یاسین باشه آیه 55. در اصول کافی میگه فاطمه زهرا سلام الله علیه و آله حیض نمی شده است. خب مریض بوده. اصول کافی، کتاب الحجت، باب مولد و زهرا، جلد 1، صفحه 382. مریض بوده. این مسئله ای که محمد وعده می کرده برای مردان که میتونین برین اونجا حوریا رو بدرونین، عربا خوش می بده حمله می کرده. پیامبر کجا وحی می گرفته؟ در روزی که این از کجا، از کتاب صحیح بخاری جلد 5 کتاب 57 شماره 119، در روزی که نوبت عایشه برای همخوابی با پیامبر بود، مردم برای پیامبر هدایایی میفرستادند. عایشه گفت دیگر زنان پیامبر در خانه ام سلمه جمع شدند و گفتند ای ام سلمه، مردم در روزی که نوبت عایشه است هدایای خود را میفرستند و ما نیز به اندازه او هدایای خوب را دوست می‌داریم. باید به پیامبر خدا بگویی که مردم دستور دهند هدایای خود را بدون توجه به اینکه نوبت کیست بفرستند. ام سلمه این را برای پیامبر بازگو کرد و وی از او دور شد. وقتی پیامبر به سوی ام سلمه بازگشت، وی دوباره درخواست را تکرار کرد و پیامبر دوباره از او دور شد. بعد بار سوم پیامبر فرمود ای ام سلمه، من را با صدمه زدن به عایشه آزار نده. چرا؟ که به خواست الله، وحی الهی، هرگز در بستر هیچ کدام از شما برای من نیامده به جز وقتی که با عایشه هستم. یعنی حضرت وقتی که داشتن عملیات جنسی با عایشه انجام میدادن، جبرئیل می اومد و حضرت یه دقیقه باید صبر میکرد که وحی و کش. خدایا، خدایا، آن را که عقل دادی چه ندادی. حل مشکلات ناموسی جک و جانوران توسط امام باقر. محمد ابن مسلم گوید روزی خدمت امام باقر
علیه السلام بودم که یک جفت قمری آمدن روی دیوار نشسته طبق مرسوم خود بانج می کردند. این کفتر یا حق رو میگن قمری، کفتر کوچیکا. و امام باقر علیه السلام ساعتی با آنها پاسخ می گفت، با زبون خودشون اونا بغبغو می کردن، امام باقر هم بغبغو می کرد. سپس آماده پریدن گشتند و چون روی دیوار دیگری پریدند، قمری نر یک ساعت بر قمری ماده بانگ می کرد، دادی بیداد می کرد. سپس آماده پریدن شدند. من عرض کردم قربانت گردم. اینا رو محمد ابن مسلم گفته. حالا محمد ابن مسلم چه خریه ما نمی دونیم، ولی گفته. من عرض کردم قربانت گردم، داستان این پرندگان چه بود؟ فرمود ای پسر مسلم، هر پرنده و چهارپا و جانداری که خدا آفریده است نسبت به ما شنواتر و فرمانبردارتر از انسان است. این قمری به ماده خود بدگمان شده و او سوگند یاد کرده بود که نکرده است، یعنی جایی نرفته، بی‌ناموسی نکرده، و گفته بود به داوری محمد ابن علی راضی هستی؟ پس هر دو به داوری من راضی گشته و من به قمری نر گفتم که نسبت به ماده خود ستم کرده ای، او تصدیقش کرد. از اصول کافی جلد دوم صفحه 375. دین یعنی پایه‌گذار دین شیعه. دنبال چی میگردی؟ فکر میکنی از خودم در آوردم؟ من دارم نشونی میدم، برو ببین. من اصول کافی دارم، من 4 جلد اصول کافی دارم. تا اینا رو خودم نگاه نکنم، مطابق نکنم، برای شماها نمیخونم. خیلی گرفتاری اصول کافی نمیتونی داشته باشی؟ از خونت که اومدی بیرون رساله هر آخوند پوفیوزی رو میخوای بگیر، آیت الله نمیدونم فلان، نگاه کن ببین از این مزخرفتر توش نوشته یا ننوشته. همه ی حرف من اینه که با خرد به هر چیزی نگاه کن. گول خرافات دینی رو نخور. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.